میکردی اگر بنام زیادی به خاطر چی میگی زیادی؟ از ما چی خبر ها؟ اتما یک معنی خدا رو نه؟ اجازه معنی خبر نیم. مصرفیت شما چی کار بار میکنه؟ مصرفیت ما بر آره میده روزکوری طبیقه روز 150 همیتو ازیفه کوری موبل کوری گل کوری دکون همیتو این دسته ما چه رو که همیتو ازیفه کوری داریم همیتو اینمی مصرفیت ما همین هدف بعدی ما شما قیره زمین مینه اینجا منطقه زیادیه که دانوز هم ما شما متاسفانه به سایه هیرات هست. خداوند یکتا بیننده های عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم که دارای صحت کامل باشین. دوستان عزیز، در داخل ولسوالی کوهزور هستم، مربوط به ببخشید در داخل کرجه زیادی ولسوالی کوهزور ولایت هرات. خواستیم تا این ولسوالی کوچک هم به تصویر بکشیم. دوستان عزیز، واقعا یک ولسوالی که خردی هست، واقعا یک کدیگه که خردی هست و چند خانه خیلی کوتاه داره، یعنی واقعا یک کدیگه که خیلی خردی هست، چند خانه بیشتر نداره، فکر کنم 10-15 خانه بیشتر نباشه. چون ما شب در اینجا میمانیم و ماندیم، گفتم که باشه که می کلیرم ببینیم چطور یک کدیگه هست و یک دو نفر هم مصاحبه داشته باشیم، یک برنامه خوبی برای شما بسازیم و امیدوارم که از این برنامه لذت ببریم. و همچنان یک چیز هم دوستا باید براتون بگم که در پشت من شما ببینید که تمام این منطقه است، اکثرش کوهستانی است و این مردم فقط دوستا در روی دشت، یعنی در روی دشت باشه که من تصویر خود دردم، یعنی یک چند خانه که شما تصویر ببینید پشت سر من، فقط یک چند خانه به خود زده نام قریه خود هم مانده، یک مسجد هم داره، یک های خورد خورد در اینجا ما میبینیم. و من در هر قریه که رفتم برام فرق نمیکنه، خورد بید اگه کوچک بید اگه بزرگ بید، میخوام یک برنامه بگیرم و امیدوارم که برنامه های مورد پسند شما باشه. و من امشب در دشت هستم دوست دیگه، یعنی شما بینید که در پشت سر میبینید که تمام دشت هست، کوه است. فردا بخیر انشاءالله هم سفر ما به ولسوالی پاچبان شروع میشه، به خود کریه های ولسوالی پاچبان میرسیم و فعلا یک ساعت از اینجا تا اونجا فاصله داریم. و دوستا ایران باید بگم که این مردم که هست این عادت داره که هر یکی باید دو زن بکنه، یعنی هر مردش که من صبح تا امراشون دیدم صحبت کردیم دو زن بده، بعضی هم سوزنه بده، مرد یک زنه تا فعلا من ندیدم که در این ولسوالی کسی یک زن داشته باشه. در کریه ها اکثریت مردم پاچبان میگن میتاره. خب دوستا، سرواز هم یکمه که خراب است چون از سفر آمدیم دیگه، خودتان میفهمید دیگه مجبور است که برنامه میتونی پیش ببرم. دوستای عزیز، این قریه که شما به تصویر میبینید، این قریه زیادی مربوط به یکی از ولسوالی های ولایت هرات میباشد که ما هم شب در این قریه ماندیم و خواستم که یک برنامه ویژه هم از این قریه کوچک داشته باشیم. این قریه را میگوید قریه زیادی و به تعداد تقریبا 10-15 خانه هم زیاده اینجا نیست و اکثر مردمان اینجا هم هست دوستا مالدار است و این مناطق هست اکثرشان مالدار در این زندگی میکنه و در یک جای کوهستانی است. دوستانی که اصلا دشت وجود نداره، این طرف کوه است، این طرف کوه است و همچنان شما دوستان میبینید که تمام چهار طرف این قریه کوه است. و دوستان این نفرم باید در این اشاره کنم که یک کوهی که گفته میشهد که از در تمام جا دیده میشه، یعنی که امی خوله منظورشان است که برف هم در اونجا کرده، ای فکر کنم شای میگیم اگر
فکر کنم شاه میگه آره این شاه پرچمن میگه به نظر من یا میخ پرچمن تمام در تمام جای دیده میشه ای کوک هست از یک بلندتر دیگه در اطراف از کوه نیه یعنی خاله بلندی یا قلعه بلندی کوههای پرچمن می است که در تصویر زیاد خوب نمیاد دوستان میبینی که برف هم در اینجا کده این هم تصویرهای برف هست دوستان عزیز که در سر کوه معلوم میشه که در اونجا سفیدی میزنه و امروز میخواییم دوستان عزیز در داخل خود کری یک دوستان پیدا کردیم در بازارکش هم میریم امروز مردم مصاحبه میکنیم واقعا این مردم مشکلات زیاد داره دوستان عزیز خیلی مشکلات زیاد داره با زندگی اگر ما شهریا در اینجا بایم برای ما زندگی یکم ناممکن است بخاطر از اینکه در این سرما و در این جایی که حتی مکتب کلینیک هیچ چیز نداره خیلی خیلی دشوار است در بازار این قریه که هم میریم یک بازار اینجا موجود است که چندین قریه از این بازار استفاده میگیرنی اما بازار چندین قریه است یک بازار کوچک است اونجا حتما میریم و امروز رسید ویدیو هم مصاحبه خواهیم کرد و من باشید و امیدوارم که از گزارش لذت برید سلام خوبی؟ خوب هستی؟ اسمت چیه؟ نسیرا مکتب هم میری نسیر جان؟ مکتب هم میری؟ نه پی چی؟ اینجا سبق مکتب نیده اینجا؟ نه فقط سبق میخونی؟ نه چی میخونی؟ سپاره کجا تو بگوی سبق تو چیه؟ تا کجا خونده سپاره؟ یه باره بمونده خلاشه خلاشه؟ میشه بابا الحمدلله رو بخونی حالا؟ بخون بخون آفنه بخون بخون دیگه آفرین بخون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین چرا میخندی بخون دیگه نمیشه شیست یاد نداری عجی صاحب خوب هستی بخیری دوری بخیری سلامت باش اسم شما چیه سلطان از کدو قریه هستی قریه زیادی چرا این قریه زیادی میگه عجی صاحب زیادی میگه دیمی قریه اگر به نام زیادی بخاطر چی میگه زیادی اما چی خبره حتما یک معنی خدا را نه عجازی معنی خبر نیم چقدر نفیس داره خریتان؟ چه اندازه نفیس داره؟ چقدر مردم در این زندگی میکنن؟ نفیس خطیمی ناوی همی بیمیدی تا با هو برفا آمادو مخواهی درو بار چند فامیل در این زندگی میکنه یوسف؟ چند فامیل زندگی میکنه؟ چند خونوار؟ چند صد نفر میش شما در اینجا؟ پانصد نفر؟ پانصد یک خب از همون نه از همون پوزه که بگیری آه همی دورو و تاب همون تنگه از برفا همون رو مخواه نپوسه آه ایسا شما در داخل منطقه خود مکتب داره؟ نه هیچ مکتب بخنه داره؟ نه حالا میشه خواهی چی گفت یعنی بچه ها شما بخنه درس نمیخونه؟ با میخونه اینجا دست بله این مولا صاحب میخونه خواه یعنی مدرسه میخونه مکتب درس نداره فقط آه. مدرسه یه دیگه بچه درس مدرسه میخونه دیگه شما پس در اینجا هم میگه مولا هستن دیگه مولا همو همو امیم نه نه شما یعنی... کل مولا شدن دیگه درس مولا درسته شب شفاخونه داره شما در اینجا شفاخونه آه نه اگر و شما خدا نکرد یک مریض پیش بیاد اوت داره دکتر هست شفاخونه نیه کلینیک داره کلینیک داریم دکتر داریم همو چند نفیس دکتر که نفیسی که میبرم این دکتر رو یه نیدی از بلند وطن کردیم یا بیم نه دکتر چند پول مثلا به فیس به ماهنه دکتر دکتر دیمو چی خبر او به درد ها موی که درد بسیار بود پول بسیار بود این درد ها فرق میده دیگه درد ها فرق میده درسته پیش کلینیک میرید این پیش که باید نشود دوالا باید یک ماه میشه از این پاک شلو از این پاک از این موجود شلو میتونم که به اعضا هم که بخیدی به کلینیک که میره که شما رو میکنه دوام میده به شما خیدی که باید به حال میگیم نشون مادم باید این رو بداده داری که میده رایگان اگر شما نه فیس میگی رئیسه نمی گلیار داده به شما امنار میده یک ماه شش ماه مش که به خدا ورسی از این پاخ که میرم میگه بابا نار بخوره کپسر میشکن اول اگه هیچ پایده هم هم دشته باشه دیگه شی هم نمید پول خونه میستن از اینا نه از اینا خونه میستن خواه یعنی رایگان هست دیگه داره اینجا ایسف شما فیلن مصیف زراعت هستن در اینجا نه چند من زمین خودت داره ایسف ما زمین ندارم برای ما آدم بزگری ما جاری هم سایی اینجا تکده در اصل از اینجا نه 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 زمین از کجای از کدی اول سویلی؟ اول سویلی مالدار کوچی بودم قدیم مال خوب برای اتون وقت تنیشی یه نمی هم از کلین نکنم ایسف چا چند متر در این جواب میکنه؟ چا؟ چا؟ چا 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 او چند متر در اینجا باید بکنی که آب بکنه؟
او چیزی ما چی خرار علم ما سر چند متر کنده؟ اخو میفهمم سر وانا ماشه سر تو وانا ماشه؟ نه دی ما چی خبرم یکنده ما هم باید گردیم ولی استاده ایم نه این خبر پیش چی خونه بودم که بود خب درست هشتب تشکر از شما سلامت بچی بخیر بشی اینی میتونی ماشاءالله چک دیکان بزرگ سلام علیکم الله صاحب خوب هستی بخیری صحت شما خوبه شما خوب سلامت باشی اگه خود معرفی کن نام زیبایتان عبدالباری از قریه چی نام قریه شما چیه نام قریه ما سنجت سنجت چرا بازار به نام قبرمیر خود قبرمیر نه خودمون مرکه مکنم داره نه بازار نمیم خود قبرمیر چرا اینجا میگه قبرمیر بخاطر چی میگه والله سی این خاطر ازی میگه که می کلون همی وطن امیر نم داشته خخ وقتی که بو مرده ولی باز جای قبر نه خود کسی نیست قبر زمین جد بس ببینم مونده قبر میر درآمد شما اشتراک به اینجا تیاره فعلا خوبه کم خب شما افغانی هم و درآمد کتاریانه داره کم کم روز 1000-2000 برتان میمانه به روز 2500 سودا داره 2500 سودا چند میمانه برتان در 2500 از دونیم ساعت دیگه اگه دستموز ما نباشه هیچ خخا دستموزی که ساعتا و اشعه جور میکنم این کام داره که سعدی پینجایی یعنی روزانه از ساعت 150 شما بیشتر درآمد نداره درآمد نداره یه هم کام کاره هم تلفون جور میکنه هم ساعت میسازه هم وظیفه داره از این وظیفه های میکنم اما نه سعوده به سعوده دیکون خشه ماشاءالله هم موبایل درست میکنی درسته در اینجا ملو هر شی جور هر دکان تو دیگه هم کاریه و همشان دوست در اینجا بندم فروشه دارم با همین وسایل که داری روزانه 50 یا 100 افغانی باید بیشتر نمیمانه نه خب بغیر از این کار دیگه وظیفه نداری مثلا گسپند نداری زراعت وظیفه نداری کشت کار نداری چی؟ خلاصه هیچه امامتی دارم که 150 من بار مده با من خب یعنی امو خرج گندم شمار میده دیگه به حساب دیگه هیچ ام واسه مو 150 من بار میده ما مثال خوراکی ما هست 6 خروار بار 6 خروار بار میخوریم 150 من گام که با مو دیگه ایش نمیشه شما که مثلا اینقدر مصرف داره درآمد شما 100 افغانی 150 افغانی روزگارش رو میگذره ملوی سگ ما بگی خب روزگار مهمی تو میشه که صاف و قرض سافت و قرض یعنی قرض اعتبار دار در بین مردم اوه دونه قرض میشه یک نیم برابر یا دو برابر یک من گندم به 100 رفی باشه به 150 رفی اگه 120 باشه دو نیم سر خواه یعنی قرض هم بکنه دیگه باز خوب برابر میشه دو برابر و سه برابر میکنه دیگه خب شما این وسایل اجناس خود از ایراد میارین یا نه از خود مرکز شهر میارین نه فشیندن اشندن یعنی از ولایت هرات میارن دیگه پس سوال خود درست است ولایت هرات درست است والا ملویس به نظر خود من درآمد شما خیلی خیلی خراب است چند کرایه میده شما نفر چند کرایه میده تو نفر... شما من چند کرایه نفر به 300 میاره بار به 15 روپی میاره من بار من بار او اگه ما جاید میبدو همین دکان کلان راه میکنه میتر ملویس اخو این که چاره ای نداره چاره نداره نه بس شما دل شما خوش همینجا سمت مصریف هستین دیگه تن و همین شوتیر مونه شوتیر خور با قرض و با فرض و دگه 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 جای رفتن رفتن هم تا رفتن هم تنیم درست هست تشکر ملوی سید زنده باش
دوستان عزیز، این هم قبر امیر است که قریه ما در اینجا دادیم. امرایشان گفتگو داشتیم امرا بعض دوستان گفت قبر امیر، ما گفتیم چطور یک قریه خواهد بود. این نماد متشور هم کشیدیم که میگه امیر شخص بوده که در اینجا فوت کرده، قبرش هم در اینجا است و این منطقه به نام قبر امیر مسمی شده و در مربوط به یکی از ولسوالی های ولایت هرات است فکر کنم دوستان. و مسیر ما هنوز ادامه داره، انشالله فردا به خیر خداوند خواسته بود به ولسوالی پشمان میریم. شب ماندیم در اینجا تا خواستیم که یک برنامه از منطقه که ماندیم هم یک گزارش داشته باشیم. با من باشید و امیدوارم که از گزارشات لذت ببرید. قطولیا سنه 125 هجری، 125 هجری که تقریبا 1200 سال دیگر. نام زیبایتان؟ محمد علف. محمد علف؟ بله. مصرفی شما چی کار بار میکنه لالا؟ مصرفی ما بر آره میده روزکوری طبیقه روز 150 همیتو اضیفه کری، مبل کری، گل کری، دکون همیتو، این دست ما چری بود که همیتو اضیفه کری داریم همیتو، یعنی مصرفیت ما همینه ها. یعنی هر روز شما سر وظیفه هستن یا نه یک هفته یک روز هستن یک روز نیستن؟ یعنی انشالله یک روز اگه باشیم روز دیگه نیم، اگه یک روز دیگه باشیم روز دیگه نیم، اگه دو روز باشیم با دو روز دیگه نیم میشه وقت من سر نیه. شما دامداری هم دارین داخل کریه خود؟ مثلا مالداری دارین در بخش؟ بله کمی کم تری داریم، یک کسی که گوسپند زیادتر داره 10 تا 12 تا 15 تا میگیم، یعنی فلان نفر خالی گوسپند داره، خب بریم پیش ازو که به ما قرض بده ما مریض خود مشکلات رو حل کنیم. بیشترین کسایی که یک دونه نداره چیزی ندارن. خخ یک دونه داره. شما خود شما درس خواندین؟ بله نه درس نخوندم. در اینجا مکتب هستن؟ بله نه به محیط ما مطمئن. تهران شما چی نام داره؟ به کدام مسیر چند از اینجا فاصله داره؟ تقریبا 2.5 ساعت رو کسی کل مشکل نکنه اکثر راه میره به منطقه ما. قیری های ما اولتر شروجه نم داره، دیومتر کرشتی نم داره، سیومتر پای اثار نم داره، چارمتر رنگوس نم داره، پنجمتر دهن نوال نم داره، ششمتر پدلی نم داره، هفتمتر تقریبا مکتب، کلینیک شی نداریم، مدرسه خلاص از دیگه افا شی نداریم. بسیار اختصاص دستا شما سیاه معلوم میشه مصدری؟ بله اینجا کم کم میمیم روزانه روز مشتری باید پیدا میشه که سی کل جور کنیم؟ بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، شیشته این تا بیگه یک روزی که پیداش باسته چه روز پیدا نیه دیگه، اینجا شیشته این دیگه انتظاریم تا کسی. خب خبیو از شما یک سوال دیگه بکنم، اگر یک جوان شما در این ازدواج بکنه شما ماری میگیرین یا زبانه میگیرین چقدر است؟ پیشکش چقدر است؟ پیشکش ها تقریبا می پیشتر خوب بیخی گرونتر بود که به 7 لک و 8 لک بود، حالا تقریبا بازم فل جمله خوب 4 لک 5 لک 5 لک می تو فرق میکنه. خب 5 لک درآمدم که صفر باشه، یک جوان شما که بخواد ازدواج کنه دیگه خیلی مشکل است. خیلی مشکلات مقدار ما اگه خارج بره دیگه همس زحمت بکشه تا بتونه که یا خود خلاص کنه یا نتونه دیگه، تو که او پیشکش رو خلاص میکنه و هم پیر میشه دیگه قابل درست خود تن ازدواج کردین؟ بله معلوم میشه که شما هم سفید شده دیگه مشکلات بدین. بله بله دیگه به مشکل معمولا رواج دو زنه باشه. شما چند زن دارید؟ بله ما هم دو زن داریم. ماشاءالله یعنی در این یک رسم شمی هست که اکثر جوانان شما دو زنه هست؟ بله و این رسمی گنده داریم از اینکه اقتصاد من پایه اینو دو زنه هم میکنیم. این باز خوب هست دیگه دو زن میکنیم، خداوند مهربان هست نه بیشک هر کم باشد ما مردم که هستیم یک سرمه هم داشته باشه یک زن بزرگ میتونانیم. شما که درماد شما هم صفر بودم دو زن داری چرا کم میشه؟ خدا میروانه دیگه میتو امی دیروز پری امینجا من پنج بوجی گندم باس اندم به غرد به دو ساعت با قرضدار بیام دو تا بوزی دادن دیگه، قرضدار بیام یک بوزی دادن دو تا دیگه بهم بمون دار کردم ببرم تا امینار بخوین. خدا میروانه بر خدا بی شک شما واقعا یک ایمان قوی دارید. مؤسسات ما در کمک به شما کسی شده نشده؟ مؤسسات هم از همی کمک های تبلیغی چی همی آرد که تیر شه همی پیر هم به حساب همی تذکر ها یک چند تای تذکر از منطقه ما صف شده که 4000 خونی داده به ما 80 ریپ کم همین هم کمی کمتری در برگیر کرده. کمک های دبلیفی چند وقت شما میشه که گرفته میشه میگرفته؟ یعنی انشالله که همین همیشه وقت همون چیزی که بوده کمی کمتری همین میگرفتیم، همیشه وقت که میاماده همین به ما میرسیده به درست است. بیشتر راجع به مشکلات خود به ما بگو، مشکلاتی که در منطقه تان موجود است، هر مشکلی که هست به ما بگین که من با مشکلات شما آشنا بشیم. یعنی مشکلات ما بیشتر مشکلات ما همینه که می کم آبیه،
منطقه ما سخت راه و سرک نداریم، کلینیک نداریم، دیگه مکتب نداریم، مشکلات کلون ما همینه. از همه مهمتر این است که مکتب ندارین. نه خب پس شما دیگه بچه‌ها شما درس نمیخونن؟ درس نمیخونن دیگه، پیش یک ملای یک اخوند میت درس دینی خون میخونن تا یا نماز یاد میگیرن دیگه، صرف اونا سواد ندارم از همه چیز. مثل ما وری میت کسای بلند میشم که رستمشون جن یک زنجیر سیکل چند باشه. آیا شما در منطقه خود یک معلم دارید، دکتر معلم چیز دارید؟ بله، نه دیگه وقت کلینیک نباشه و مکتب نباشه، مکتب نباشه دیگه تو چیزایی هم وجود نداره، نمیای کسی که تو جایی سکونت. پس بیشتر در منطقه تان ملا زیاد هست دیگه؟ ملا هست ان شاء الله، ملا هست. بعدم خدا را شکر که مدرسه فعال باشه، منم خوب هست. نه خب خاص شما از مسئولین حمایت اسلامی راجع به ای که مکتب نیست چی درخواست شما چی از اون؟ درخواست ما اینه که اگه بشه غم خورده شه که همو سرکای ما کار شه، همیت کلینیک به ما فعال باشه و مکتب و کاروار ما تیار باشه. همینه درسته. خیلی دوستان شما کسی که تاثیر مون یکی از جوانای منطقه می است. اسمت چیه؟ محمود. محمود او همیدون هستی. مکتب امیر لالا؟ مکتب تزی؟ مکتب نیست. مکتب نیست. این دوست یک جوانم هست، نوجوان است، مکتب نمیرسه، ها که باز بزرگتر شد دیگه مجبور است که مثل لالا جان دیگه همین تا روز 250 کار کنه. اول اگر مکتب میمید لالا ما درس میخوند، سوا یک دکتر یک معلم میشد که میتونست که در منطقه خود خدمت کنه. بله میتونستم که خدمت کنم. بله درست است. خداوند مهربان است ان شاء الله. دوستان عزیز در کاریه زمیندی دیشب قدر یخ بود که سکل ما یخ زده بود. این هم الهاج مولا میسو. سلام مولا صاحب، سلام جناب امیری صاحب، خوب بخیر. سلام علیکم. هدف بعدی شما کجای بخیر؟ بس هدف بعدی مو شما قیره زمیندینه، اینجا منطقه زیادی که دانوز هم مو شما متاسفانه به سایه هیرات است. درسته، ولی ما گفتم میریم به قریه بالادی، گفتم میریم به قریه زمیندین. زمیندین مربوط به ولسوالی پرچمن است. مربوط تا اولین قیره ولسوالی. چند ساعت اونجا راه خواهد کردیم؟ تقریبا یک ساعت راه است. یک ساعت. دوستا با ما باشی و موتور ما هم دوشب دوستا یخ زده بود دیگه، حالا میبینی که هم که کم کم واشده رایی است دیگه. با ما باشید، امیدوارم که از برنامه لذت ببرید.